درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم در پنجشنبه 14 دی ماه 3 ژانویه به یکی از مخفی‌ترین تشکیلات مذهبی 6 دهه گذشته ایران نگاه می‌اندازیم. انجمن حجتیه. دسته دیگر از روحانی نماهایی که قبل از انقلاب دین را از سیاست جدا می‌دانستند و سر به آستانه دربار می‌ساییدند، یک مرتبه متدین شده و بر روحانیون عزیز و شریفی که برای اسلام آن همه زجر و آوارگی و زندان و تبعید کشیدند، تهمت وهابیت و بدتر از وهابیت زدند. دیروز مقدس نماهای بیشعور می‌گفتند دین از سیاست جداست و مبارزه با شاه حرام است. امروز می‌گویند مسئولین نظام کمونیست شدند. تا دیروز مشروب فروشی و فساد و فحشا و فسق و حکومت ظالمان برای ظهور امام زمان را مفید و راهگشا می دانستند. امروز از اینکه در گوشه خلاف شرعی که هرگز خواست مسئولین نیست رخ می دهد فریاد وا اسلاما سر می دهند. دیروز حجتیه ها مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحه مبارزات تمام تلاش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانی نیمه شعبان را به نفع شاه بشکنند. امروز انقلابی تر از انقلابی شدند. ولایتی های دیروز که در سکوت و تهجر خود آبروی اسلام و مسلمین را ریختند و در عمل پشت پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت را شکستند و عنوان ولایت برایشان جز تکسب و تعیش نبوده است، امروز خود را بانی و وارث ولایت نموده و حسرت ولایت دوران شاه را می‌خورند. این بخش از صحبت‌های آیت الله خمینی در سال 62 در حمله به انجمن حجتیه که در منشور روحانیت آمده است. انجمن خیریه حجتیه مهدویه که اگرچه قرار بود مجموعه غیر سیاسی باشد، اما بسیاری از مقامات پس از انقلاب 57 به عضویت در این مجموعه منتسب شدند. انجمن حجتیه رو شیخ محمود زاکرزاده طولایی معروف به شیخ محمود حلبی تأسیس کرد. روحانی مشهدی که در اندیشه تأسیس تشکیلاتی برای مبارزه با رشد روزافزون بهائیت بود. آموزش‌های هفتگی انجمن حجتیه برای اعضا به صورت محرمانه برگزار می‌شد و رسماً می‌گفتند که به تشکیل حکومت اسلامی پیش از ظهور اعتقاد ندارند. همین باور به اختلاف میان آنان و انقلابیون مسلمان دامن زد. با این وجود جواد مادرشاهی بنا به گزارش‌ها از چهره‌های شاخص انجمن حجتیه مشاور عالی رئیس جمهور وقت سید علی خامنه‌ای بود. بنابر گزارش‌های رئیس جمهور وقت در زمان اوجگیری فشار و تبلیغات منفی بر انجمن حجتیه گفت انجمن حجتیه به آن عده‌ای گفته می‌شود که در طول 20 سال همت خود را مصروف می‌کنند برای پاسخگویی و مقابله با شبهات بهایی‌ها در ایران. البته می‌دانیم که بهایی‌ها بیشتر یک باند سیاسی بودند تا یک گروه فکری و مذهبی، اما این سوال که اینها چگونه هستند، به نظر من این سوال یک سوال طبیعی و درستی نیست. من بدون اینکه شما را در طرح این سوال متهم بکنم، نفس وجود این مسئله و عمده کردن مسئله انجمن حجتیه را در جامعه متهم می‌کنم و کسانی را که برای اولین بار این شایعه و این بحران مصنوعی را سعی می‌کردند به وجود بیاورند ناخالص می‌دانم. پس از مرگ شیخ محمود حلبی بنیانگذار حجتیه در سال 76 بحث‌های بسیاری درباره رهبری این انجمن که پس از صحبت‌های آیت الله خمینی تعطیل شده بود مطرح شد و گروهی جریان نوظهور در دل جناح راست رو که با تشکیلات راست سنتی سازگاری نداشت منتسب به انجمن حجتی می‌دانستند. عده‌ای هم ادعا کردند که آیت الله مصباح یزدی عضو حجتی بوده است. عدم واکنش اعضای انجمن و ابهام در فعالیت‌های حجتی این گمانه‌زنی‌ها را تقویت می‌کرد. با قدرت گرفتن محمود احمدی نژاد مسئله ابعاد تازه‌ای یافت و ادعاهای مهدویت مداری اعضای دولت، خبر یکی دو سال پیش روزنامه رسالت مبنی بر درخواست مجوز انجمن حجتی برای فعالیت و گزارش چندی پیش خبرگزاری فارس مبنی بر بازداشت گروهی منتسب به حجتی و فعالیت حجتی در حوزه گفته‌ها و نوشته‌ها درباره احتمال بازگشت حجتی به صحنه سیاسی را تشدید کرد. در این سالها بحث‌های زیادی مطرح است که اعضای حجتی واقعاً چه کسانی هستند. از شما پرسیدیم کدام یک از افراد منتسب به حجتی امکان کسب قدرت را دارد. همطور که می‌بینید کاربران فیسبوک افق تقریباً به یک نسبت حدوداً برابری بین غلامعلی حداد عادل، علی اکبر ولایتی و اسفندیار رحیم مشایی رای دادن. گزینه دیگه هم کمال خرازی هست. به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. نگاه بیاندازیم در هفت پرده به حجتی در ایران در 2 سال گذشته.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور ایران. به انجمن حجتیه مجوز فعالیت نخواهیم داد. انجمن حجتیه درخواستی برای دریافت مجوز فعالیت ارائه نداده است. هفته‌نامه اصولگرای پنجره. محمود احمدی نژاد و آیت الله مصباح یزدی جزء انجمن حجتیه نیستند. انجمن حجتیه با استکبار جهانی دشمنی کافی ندارد، اما کسی شک ندارد که احمدی نژاد و دولت او در دنیا معروف به ضد استکبار بودند. رضا گلپور نویسنده کتاب جنجالی شنود اشباح و از حامیان محمود احمدی نژاد. اسفندیار رحیم مشایی به من گفت تشکیلات انجمن حجتیه را روستا به روستا در مازندران من پایه‌گذاری کردم. خبرگزاری فارس. یکی از شبکه‌های انجمن حجتیه منهدم شد و گروهی از اعضای آن بازداشت شدند. این شبکه تعدادی از جوانان مسلمان را در جلسات بهاییان وارد می‌کرد تا به زعم خود با بهاییت مقابله کند، اما این اقدام تبعات سویی در بر داشت. بهمن دوری، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. مشخصاً انجمن حجتیه در نمایشگاه کتاب تهران به صورت خزنده نمایشگاه و اعتبار آن را زیر سوال می برد. حجتیه‌ای‌ها بعضاً نکاتی را مطرح کردند، مثلاً نمایشگاه کتاب در معرفی اهل بیت یا آموزه‌های دینی غفلت می‌کند. دخیل عباس زارزاده مهریزی، عضو فراکسیون اصولگرای رهروان ولایت در مجلس شورای اسلامی. جریان انحرافی به نوعی همان جریان انجمن حجتیه، منتها با رنگ تندش هست، به این مفهوم که اینها اعتقاد دارند مستقیم با امام زمان ارتباط دارند. محمد شریعت مداری از وزرای دولت محمد خاتمی و از مقامات سابق وزارت اطلاعات. جواد مادرشاهی مشاور امنیتی یکی از رؤسای جمهور از اعضای سرشناس حجتیه بود. من عضو انجمن حجتیه با آن معنا که آقای مادرشاهی و دوستانشان بودن نبودم، اما در نوجوانی 7-8 نفری می نشستیم و دعای فرج می خواندیم. مهمانان امشب به افق آقای دکتر احمد کاظمی موسوی، استاد حقوق اسلامی دانشگاه مریلند، نویسنده کتاب علمای شیعه و قدرت سیاسی، آقای عرفان ثابتی، استاد مطالعات دینی دانشگاه لنکستر، پژوهشگر حوزه ادیان نوظهور از منچستر در بریتانیا. به هر دو شما درود میگیم، به افق خوش آمدید. ابتدا بخشی از صحبت‌های دکتر محمود صدری، پژوهشگر و استاد دانشگاه و از اعضای پیشین انجمن حجتیه رو در سخنرانی در دانشگاه تورنتو در سال گذشته بشنویم که از سه گروه خاص در حجتیه صحبت میکنه. در اعضای فعال انجمن حجتیه هرگز بیشتر از 900 نفر نبودن. در نهایت شکوفاییش بین 900 به 1000 نفر بودن. اونها خیلی مهم نیستن از نظر تاریخی. اون 10000 نفری که از جلسات درسی انجمن حجتیه گذشتند و در واقع به انهای مختلف از اون فارغ التحصیل شدن و به کارهای دیگر پرداختن، از نظر تاریخی برای ایران بسیار مهمه، برای اینکه اونها شدن در واقع رهبران کلاهی دلی لیدرشپ برای جمهوری اسلامی. از میان اینها کسانی بودند که از این جلسات درسی گذشتن و به مجاهدین پیوستن، از جمله دوست من مرحوم اصغر محکمی که به مرکزیت مجاهدین رسید و بلافاصله هم به فاصله چند ماه اعدام شد. یه عده‌ای به اپوزیشن جمهوری اسلامی پیوستند، از جمله عبدالکریم سروش، سعید حجاریان، هاشم آقاجلی و بسیاری دیگران، و یه عده‌ای هم باقی موندن و جزء استبلیشمنت جمهوری اسلامی شدن، از جمله غلام علی حداد عادل، عرض می‌کنم که آقای خرازی وزیر خارجه زمان آقای خاتمی، سرلشکر محمد سلیمی و کسانی مانند اونها.
خب بخش دیگر از صحبت‌های آقای صدری در طول برنامه خواهیم شنید. آقای دکتر کاظمی موسوی، ابتدا این رو روشن بکنیم، مثلا محمود حلبی چگونه شخصیتی بود و چه چیزی باعث شده بود که چنین رویکردی رو دنبال بکنه؟ تا اونجایی که من اطلاع دارم، شیخ محمود حلبی بیشتر از شاگردای آقای حجت کوهکمری بود و آیت الله بروجردی بعدن که اومدن از بروجرد به قم بودند، و ایشون همونطوری که آقای صدری هم در نطقشون گفتند، ایشون خب در اوان جوانی خیلی استعداد فقهی خوبی داشتند و فقه اصول هم خونده بودند، یعنی فقط اخباری گرایی نبود در روششون، و منتها خب اعتقاد به یک حجتی که باید در مرکز زمین باشه، خب مباحثی هم داشتن، لزوما همش مخالفت با بهائیت نبود، خود انجمن مهدویت بود، چون باید حجتی روی زمین باشه و ما در اخبار و روایات شیعه داریم که هر سه امام زمان هستن، منتها مبسوط الید نیستن، یعنی گشاده دست نیستن، و این حالت این که حضور داره، و در مدرنیسم اون وقت که از دوره رضا شاه ما اومدیم و در دهه 20 و 30 و اوایل 30، خب این گرایشایی بود که حالتهایی که لاابالیگری و بیدینی بود، و این انگیزه ها داد که نخیر، ما هستیم و یه حجتی هم داریم و باید باشه، و ایشون در سال 32 تشکیل داد. اما این یه مبارزه با بهائیت نبود، برای اینکه در سال 34 اون گنبد حضرت القدس رو سخنرانی آقای شیخ ممتقی فلسفی واعظ که برداشته بودن، اون حمله شو مستقیما کرده بود، چون سلشکر ایادی اون وقت به دربار نزدیک بود، یعنی پزشک مخصوص دربار بود، و من خودم اون سخنرانی ها رو شنیدم، اصلا همون وقت ربطی به کار حجتیه نداشت. البته حجتیه ایشون کلاسی تشکیل دادن، چون اون زمانی بود که در حالت برگشت واکنش به مدرنیسمی که خیلی پیشرفته بود در اون دوره، مثلا شیخ همین آقای محمد تقی شریعتی تشکیل داده بود، دیگران هم بودن، منحصر به ایشون نبود، و به دنبال ایشون هم اومد، و قبل از ایران هم این حرکت رو پیش بیاد، خب در مصر اخوان المسلمین شروع کرده بودن، و شما صحبت های دیگه هم داشتید که با سلفی و وهابی و اینا بود، اینا یه مقداری واکنش و بازتاب به مدرنیته بود که یک مقداری بیدینی با خودش داشت می آورد. چقدر این اتفاقاتی که برشک در دهه 30 رخ میده از لحاظ سیاسی باعث شده بود که حلبی نگاه سیاسی خاصی داشته باشه؟ چون خود بابای صدر ایده دیگه هم اعتقاد دارن که حلبی مصدقی بود، نه. و بعدم تلاش میکنه بین مصدق و کاشانی حتی یک آشتی برقرار بکنه، ولی موفق نمیشه، و این باعث میشه که اساساً کار به کار سیاسی به اون مفهوم دیگه اعتقاد چندانی نداشت. بله، دوره دکتر مصدق در واقع انگیزه میشه برای خیلی از حرکت ها، برای اینکه بیشتر نمادهای مجلس 17 هم در دوره مصدق از علمای وقت و از مذهبیون انتخاب شدن به طور طبیعی، چون اونا قدرت تبلیغ بیشتری داشتن و میتونستن، و بعضی هم برحق بودن، آقای انگجی از تبریز، آقای سید جواد خلخالی از تبریز، که اینایی که من میشناسم، خب حاج آقا رضا زنجانی، حاج ابوالفضل، اینا اونا البته نماینده مجلس نشده بودن در اون وقت، ما خب پشت صحنه بودن. خدای حلبی قرار بود نماینده مجلس بشه، خود ایشون برقرار بود، ایشون دوره مصدق، و خود حضرت آقای خمینی، آیت الله خمینی هم در اون دوره اولین کتاب، یعنی اولین رسالت اجتهادی که نوشت، صحبت ولایت فقیر کرد، در همون دوره بود که ایشون با تماسی که با آیت الله کاشانی داشت در اون دوره، یعنی منحصر به این صرف نیست، حتی در اون طرف هم داریم، چون اولین رساله ایشونی که آقای سبحان آیت الله سبحانی چاپ کردن در سال 34، در همون سالهای 32 31 گفته شده بود، در همون دوره ولایت فقیر. خب این هم انگیزه برای طبیعتاً برای حجتی هم میشه. آقای ثابتی، بشنویم نظر شما رو. صحبت از این شد که اساساً حجتی مبناش بر این بود که با بهائیت، با گسترش بهائیت مبارزه بکنه. عده دیگه اعتقاد دارن که به دنبال تضعیف روحانیت مرجعیت بود. الان آقای دکتر کاظمی موسوی گفتن که فقط بحث بر سر مقابله با بهائیت نبود.
حقیقت اینه که من یه نکته رو اشاره بکنم که نه تنها یک بار آقای حلبی سعی کرد که به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب بشه و نشد، شکست خورد، بلکه بعد از انقلاب هم ایشون سعی کرد نامزد مجلس اول خبرگان رهبری شد از مشهد و رأی نیاورد. یعنی ایشون دو بار حداقل در طول عمر خودش سعی کرد در سیاست مداخله کنه، قبل و بعد از انقلاب، و شکست خورد. بنابراین یه مقدار این افسانه است که ایشون معتقد به عدم شرکت و مداخله در سیاست بود. ایشون دو بار سعی کرد در سیاست مداخله کنه و شکست خورد، بنابراین در پی نفوذ در سیاست بود از پشت پرده، نه به طور علنی. فکر میکنید علت صحبتتون فرمودن آقای صاحب تو صحبتتون یادتون نرفته همونطور که فرمودن خواستم میخوام صحبتتون یادتون نره، میخواستم بپرسم که علت این شکست سیاسی رو در اون دو دوره به نظر شما این بود که ایشون با روحانیت رابطه خوبی نتونست برقرار بکنه؟ در دوره بعد از انقلاب رو میتونیم بگیم بله، ولی در دوره قبل از انقلاب ایشون خیلی رابطه خوبی با روحانیت داشت. شما فهرست مراجعی رو که به سهم امام میدادند به انجمن حجتی اگر ببینید، فهرست بسیار بلند بالایی هست و روابط بسیار محکمی داشته ایشون با همه تقریبا مراجع وقت. من میتونم اسم کسان اونها رو بخونم: آیت الله بهادین محلاتی، آیت الله محسن طباطبایی حکیم، موسوی گلپایگانی، حسینی میلانی، سید عبدالله شیرازی، موسوی خانساری، طباطبایی قومی، مرعشی نجفی، آیت الله خویی، موسوی شاهرودی، سید محمد صادق روحانی. همه این مراجع تقلید به شدت در دوران قبل و حتی تا سال 62 بعد از انقلاب از انجمن حجتی به شدت طرفداری میکردن. حتی آیت الله العظما سیستانی که مرجع اعظم شیعیان هست امروز در دنیا، در سال 1372، یعنی در کاملا دوران بعد از انقلاب، 15 سال بعد از انقلاب، فتوای ایشون هست که به صراحت اعلام میکنه که باید به انجمن حجتیه کمک کرد در راه مبارزه با بهائیان. یعنی این یک مقدار افسانه شده که با روحانیت حجتیه میانه خوبی نداشته. حجت الاسلام شجونی به صراحت میگه در مرکز اسناد در انتشارات هست که ایشون میگه که انجمن حجتیه دلیل اصلی که نمیخواست روحانیون عضو انجمن بشن تعداد زیادی این بود که معتقد بود، یعنی ایشون از قول آقای حلبی میگه در یک جلسه‌ای که بین روحانیون و معممین به طور ماهانه در تهران برگزار میشد، یکی از روحانیون سوالو کرد، آقای حلبی گفت به دلیل اینکه روحانیون آمادگی کامل رو ندارن که با بهائیان بحث بکنن، و اگر که روحانیون با بهائیان بحث بکنن و در بحث شکست بخورن، این باعث خجالت کسانی میشه که در لباس و کسوت روحانیت هستن، اینها سعی میکنن که روحانیون شرکت نکنن. یک نکته دیگه هم این بود که آقای حلبی کلن یک رقابتی با بقیه برخی از روحانیون از جمله آیت الله خمینی داشتن، و مثلا چون که این انجمن حجتی خیلی گسترش پیدا کرده بوده در مبارزه با بهائیت، انتظار داشتن که اگر کس دیگه ای هم میخواد با بهائیت مبارزه بکنه، با آیین بهائی، بیاد از ایشون اجازه بگیره و از کسب تکلیف کنه. باز هم هست در یک در خاطرات که آیت الله نوری همدانی که امروز از مراجع تقلید حکومتی هست، ایشون در مدرسه خان درس ضد بهائی میذارن و بالای منبر میرن علیه بهائیان، آیت الله حلبی ناراحت میشه که ایشون نیومده از آیت الله حلبی مشورت بگیره. یکی از اعضای معروف انجمن حجتیه رو میفرسته که بره پای منبر او و در بحث او اخلال کنه و یه سوالاتی رو مطرح بکنه که ایشون در جواب بمونه و باعث شرمساری و خجلت آیت الله نوری بشه. یعنی این تضادها و رقابت‌های درونی بین روحانی مسلماً بوده، ولی ایشون همیشه از پشتیبانی بخش اعظمی از روحانیت برخوردار بوده، چه قبل و چه بعد از انقلاب. همینطور که گفتم آیت الله عظما سیستانی به شدت حامی ایشون هست، فتوا مال سال 1372. آیت الله جعفر سبحانی همین پارسال دوباره یک فتوایی داده، روی اینترنت هست، همه میتونن بخونن، که باید از انجمن حجتیه در مقابل و علیه بهائیان استفاده حمایت کرد. و یعنی این یه مقدار من میخوام تاکید کنم واقعا این افسانه است که انجمن حجتی. حالا درباره اون سال 32 34 هم من باید ذکر کنم که روزنامه دنیا چاپ همون سالها به صراحت میگه اون باهای آزاری که در سال 34 در ایران را افتاد زیر سر آیت الله بروجردی بود، به این دلیل که در اون روزنامه به طور مفصل در روزنامه دنیا، من بعدا در یه مقاله این رو منتشر خواهم کرد، میگه که یکی از دیپلمات‌های وقت سفری به اروپا داشته و میبینه که
بهائیان در اروپا هم گسترش پیدا کردند. نه فقط ایرانی ها بلکه اروپایی ها بهائی شدند و جوامع بهائی گسترش و رونق پیدا کردند. ایشون به محض اینکه برمیگرده ایران، به قول در به نقل از این خبرنگار، ماشین خودش رو در کهریزک قم پارک میکنه و میره به ملاقات آیت الله بروجردی و به او خبر میده که چه نشسته ای که باهایانی که شما فکر میکردید فقط در ایران و پاکستان و هندوستان و عراق و ترکیه هستند، به اروپا هم رخنه کردند. آیت الله بروجردی بسیار بسیار برافروخته و برآشفته و ناراحت میشه و آیت الله خمینی رو میفرسته به عنوان در اصل سفیر خودش، واسطه خودش پیش محمد رضا شاه. این قسمت رو آیت الله حائری هم در خاطراتشون در اون مجموعه شفاهی هاروارد نقل کردن، در ایران هم چاپ شده، که آیت الله خمینی به شاه میگه که اعلی حضرت پدر تاجدار شما این بهائیان رو دادن دم طویله بستند، شما چرا اینها رو آزاد گذاشتید و با اینها مقابله نمی کنید؟ و به شاه فشار میاره و شاه هم چراغ سبز میده که فلسفی بره در ماه رمضان بالای منبر و علیه بهائیان مردم رو تحریک بکنه و شما میبینید که حضرت القدس خراب بشه، یعنی و عده چند تن از بهائیان کشته میشن و اموال بهائیان غارت میشه، خانه هاشون به تاراج میره. یعنی کل اون قوقا و بهائی آزاری سال 34 ناشی از حقد و حسد و کینه و نفرتی بوده که آیت الله بروجردی از بهائیان داشته. وقتی میفهمه که بهائیانی که روحانیت شیعه همیشه سعی کردن اونها رو از بین ببرن و نابود کنن، نه تنها در ایران نابود نشدن بلکه در اروپا هم اروپایی ها رو به آیین خودشون تونستن که جذب کنن. بسیار خوب. آیت حجت الاسلام فلسفی هم مطابق اسنادی که ما داریم ارتباط و پیوند بسیار محکمی با انجمن حجتیه داشته، هرچند که رسما عضو انجمن نبوده. حتی استاد مطهری، آیت الله مطهری، آیت الله قدوسی، حجت الاسلام با هنر، همه اینها مکتوباتشون هست. من اینجا همه یادداشت‌ها دارم، یادداشت‌ها رو که همه در مقاطع مختلف قبل از انقلاب از انجمن حمایت کردن. حتی آقای مطهری بعد از انقلاب، به قول آقای خزعلی، آیت الله خزعلی میگه که آیت الله مطهری بعد از انقلاب اومد به من گفتش که خزعلی میخوان حجتیه رو پاکسازی کنن و کنار بزنن، بیا یه کاری بکنیم که نذاریم، اینها خیلی آدمای خوب و مفیدی هستن و با باهائیان مبارزه میکردن. یعنی حتی آیت الله مطهری هم سمپات و طرفدار حجتیه بوده، در دو نوبت هم از حجتیه و کارهاشون تقدیر کرده. بازم متن یادداشت رو من خب آقای ثابت حتما برمیگردیم به شما برای توضیح بیشتر، ولی آقای دکتر میدونم حتما نکاتی دارید. دوست دارم یه بخش دیگری از صحبت‌های محمود صدری در مورد همین بحث روحانیت و ارتباطش با حجتیه بشنویم و بعد صحبت‌های آقای دکتر کاظمی موسوی رو خواهیم شنید. دکتر علی شریعتی در یکی از نوشته‌هاشون نقل قولی کردن از آقای حلبی. نقل قولی که کردن این است که روحانیت که به قول آقای حلبی اقیانوسی است که بند انگشتی عمق دارد، این رو نقل کردن یا در نقد از روحانیت میگن آقای حلبی اینطوری گفته. خب آقای حلبی هم دوست محمد تقی شریعتی بوده که پدر علی شریعتی بوده و علی شریعتی میومده و میرفته جلسات اینا رو بالاخره میشنیده و این چنین چیزی شنیده بوده. ما این رو از آقای حلبی پرسیدیم، گفتیم حاج آقا این درسته؟ شما هم چیزی فرمودین؟ ایشون با همون لهجه شیرین مشهدیشون گفتن که نه، این پسر دروغ میگوید، من هرگز چنین چیزی نگفتم، برای اینکه روحانیت پوست پیازی هم عمق ندارد. بحث روحانیت این که بله یه مسئله مزاح بود در واقع کردن. بنده همونطور که عرض کردم روحانیت نیاز نداشت که همش از راه مبارزه با این و اون بره جلو، راه‌های دیگه هم داشت. اصولا حجتیه در مقوله قرار میگیره که میشه طبعات و چیزهای اخباریون باشه و روحانیون ما بیشتر اصولیون، اصولی ها هستن که بودن. همونطوری که عرض کردم آقای شیخ محمود حلبی هم درس خوند، درس اصول فقه هم خونده بود، اصولی بود و روحانیون به راه خودشون میرفتن در اون دورانی که بود. منتها الان مسئله‌ای که ما داریم این مسئله، ما وقتی که هر روز میگیم عجل الله تعالی فرجه، خوب طبیعتاً خود روحانیون هم میگن و طبیعتاً اگه کسی در این بابت باشه اون مسئله دوم قرار میگیره، مسئله مبارزه با گروه‌های دیگه و کارهای دیگه. کسی برای مبارزه من فکر نمی کنم فقط بیاد برای این مسئله تشکیل اونم درس آموزی بده و خودشون خوب در واقع درس اون مکتبی رو که میخوان رد بکنن لابد اونم میخوان بگن دیگه و همچین کاری نمیشه.
به طور طبیعی. و خون یه جنبش اسلامی بود که در درون جنبش‌های دیگه‌ای که ما داشتیم در همون دوره، در دوره اسلام داشتیم. و الان خب موقعیت امروز، حالا شما در بحث بعدی که می‌خواید ببینید، مسئله ظهور، مسئله ظهوری است. این نکته رو قبل از اینکه به ظهوری بپردازیم، می‌خوام بپرسم که علت این پنهانکاری، این مخفی‌کاری در انجمن حجتی چه بود؟ چرا هنوز که هنوز خیلی ها نمیدونن که ابعاد این انجمن چه بوده، چرا نیومدن و پاسخ ندادن به بسیاری از این ابهامات به نظر شما؟ بله، این غیر از آقای صدری که در این چند وقت هست اومده صحبت کرده، واقعا بخش عمده از این افرادی که حتی اسم برده ازش شده شده ازشون، اینها حاضر نیستن بیان توضیح بدن که واقعا چه گذشته و چه اتفاقاتی افتاده، موضعشون در اون موقع چه بوده مشخصا. بله، این خب یه مقدار در به اصطلاح رازگونه بودن ایشون همیشه بوده، در مورد حجتی هم بوده، چون خود مسئله، اصل مسئله رازگونه است. مسئله امام غائب ما داریم که خودش غیبت، خودش رازه در واقعی هست و اینا بودند، اما اونقدر هم سری نبوده که ما بتونیم اینون رو که اونطوری که نوشتن کلادستاین بگیم. به نظر من این واژه یعنی زیاد نمیچسبه به حجتیه، همونطوری که آقای محمود صدری و دیگران گفتن. و آقای محمود صدری روشن میکنه که مثلا آیت الله مصباح و آقای احمدی نژاد اینا نمیتونند حجتیه باشه. آقای احمدی نژاد که نمیتونه، اگه چیزی باشه چیزی ظهوریه است، باید یه اسم جدید براشون بذاریم. آیا تلاششون این نبود که در واقع بتونن، چون بحثی متعددی مطرح شده که اینها افرادی رو ناشناس در این مجموعه داشته باشن که بعدا صحبت میکردن که اینها نفوذ بکنن در بهائیت، بتونن آموزه‌های اونها رو یاد بگیرن و بتونن طریقی در واقع اونها رو شکست بدن از لحاظ نظری؟ اون مسئله مبارزه با گروه‌های دیگری که بود که در ایران، اون همیشه بود، در نه فقط برای این منظور بخوان چیز بکنن، نه. ما همون وقتا سالهای 32-33، من یادم 34 بحث‌های بهادیت به طور علنی هم صورت می‌گرفت. همون وقتی که گنبد حضرت القدس برداشتن، همون وقت در مجلس شورای ملی اون وقتم اعتراض شد که آقا شما چه عجله کردید، چرا؟ مخصوصا اون وقت تیمسار باتمان قلیش داده بودن کلنگه به دستش، اون مورد حمله بیشتر قرار گرفته بود اینا. و این مسئله سیکریتی به اون صورتی که الان مطرح میشه در اون وقتی که ما تماس داشتیم نبود، چون همون وقت بحثای معمولی بهایی و شیعه و اثناعشری و ظهور و که جا میشه الف سنه و اینایی که استناد میشه، همون وقت به طور طبیعی بوده این مباحث، احتیاج به مرموز بودنش تا اون حد مده نشیدن باشه. آقای ثابتی، شنیدید صحبت‌های آقای دکتر و آقای صدری هم در واقع اشاره می‌کنن. یه جایی هم آقای صدری صراحتاً میگه که دو نفر فقط در اعضای انجمن حجتی، فقط دو روحانی بوده، بقیه همه افراد شخصی بودن، و اعتقاد داره که حتی از یه جهاتی حجتی و دیانت بهایی شباهت‌هایی با هم دارن، از جهت اینکه رویکرد غیر ضد روحانی دارن به شکلی. من یه بار فقط بگم که همینطور که آقای دکتر فرمودن، این تحت تاثیر در اصل آقای حلبی، تحت تاثیر مکتب خراسان، مکتب که بعدها محمد رضا حکیمی اون رو مکتب تفکیک نامگذاش بود، که بسیار ضد فلسفه و ضد عرفان بود و بسیار گرایش به همون اخبارگری و روایت حدیث و حتی خواب دیدن و اینها داشت، و خیلی ایشون علیه فلاسفه، یعنی منظور از فلاسفه ملا صدرا، ابن سینا، اینها از صحبت میکرده و بر تمسک به فقه و فقها پافشاری میکرده. اما در اینکه چرا این انجمن به وجود اومد، دو تا روایت هست به سرعت میگم. یکی خودشون گفتن که من روزی کنار بارگاه امام هشتم شیعیان امام رضا وایساده بودم و دیدم که دست مردمی که در اون کنار گوش و کنار بودن، کتب تبلیغی فرقه زاله بهائی است، و بسیار برآشفته و ناراحت شدم که چطور جرأت پیدا کردن بهائیان در کنار آرامگاه امام رضا دارن تبلیغ میکنن، و از اینجا بود که رفتم و این انجمن رو بنیاد گذاشتم. یه روایت دیگه هم این هست که این انجمنهای ششگانه مؤتلفه که در مشهد بودن، که شش انجمن بودن، اینها دو نفر رو، همین آقای حلبی و سید عباس علوی رو میفرستن که برن درباره باهایان تحقیق کنن، با باهایان بحث کنن و اونها رو شکست بدن. در جریان این بحث و مناظره، سید عباس علوی که همکار و همدرس و همحجره آقای حلبی بوده، بهائی میشه و این به شدت ضربه وارد میکنه از لحاظ روحی و روانی به آقای حلبی، و ایشون میره و این انجمن را میندازه. حالا درباره این شباهت بهائیان و حجتیه، من میتونم به طور محکم و مستدل بگم که
به همون اندازه که انجمن حجتیه پنهانکار، مخفیکار، اهل تقیه و استطاره، جامعه بهائی و بهائیان شفاف هستند و اهل شفافیت. شما ببینید آقای حلبی میگه که همش در میگه مسئله تقیه و استطار در مقیاس امروز ملت‌ها سیستم ضد اطلاعات و ضد جاسوسی و عدم تظاهر به نبرد با دشمن و همان سیاست عدم تعهد است. برای اینکه دشمن نتواند سد تقیه را بشکند و بشکافد و به نقشه‌ها و برنامه‌های منتظران راستین دست یابد، این منتظران باید کمتر تظاهر خارجی به نبرد با دشمن بنمایند. یعنی اگر هم مخالفتی دارند باید به گونه‌ای باشد که دشمن نفهمد، و گاه حتی برای تقیه لازم است که مخالفت در زبان که جاری نمی‌شود هیچ موافقت زبانی هم بکند. انتظار رزمی تدافعی، نبردی فرسایشی و پیکاری پارتیزانی است که به عنوان مقدمه جنگ بزرگ باید تا قیام قائم تداوم یابد. رزم‌آوران این نبرد طولانی منتظران حقیقی هستند که پیوسته بیدار و هوشیار در درون کمینگاه صبر، پشت سنگر تقیه و زیر پوشش کتمان و سکوت به پیکار مقدس خیش ادامه میدهند بدون حتی یک روز وقفه، چرا که شاید همان روز روز ظهور باشد. یعنی تقیه، پنهانکاری، مخفیکاری اصل اساسی حاکم بر انجمن حجتی بوده و هست، و این را آقای امام‌الدین باقری در مقاله های مفصل، نه در اون غیر از اون کتاب حزب قائدین امام زمان، در مقاله بسیار مفصلی که در دو سه ماه قبل در نشریه مهرنامه چاپ شد و در سایت گویا هم گذاشته شد، ایشون به شدت در این تاکید میکنن که چقدر مخفی کاری شدید هست در انجمن حجتیه و پنهان کاری، که حتی اونجا یاد میدن که کسانی که عضو انجمن هستن اگه بیرون یک کسی به اونها بیاد بگه شما انجمنی هستی، بگه نه من انجمنی نیستم، و اگر اون شخص یک علامت و نشانه رو بکنه که او عضو انجمن حجتی است، او باز باید بگه که نه من اون روز با دوستم آمده بودم به این جلسه و عضو انجمن نیستم. یعنی و درست برعکس جامعه بهائی هست که تقیه در جامعه بهائی ممنوع هست. یعنی اگر بهائیان اهل تقیه بودند بعد از انقلاب این همه بهائیان کشته نمی شدن، زندانی نمی شدن، اموالشون به تاراج نمی رفت و کلن محروم نمی شدن. اکثر بهائیانی که کشته شدن یا زندانی شدن یا اموالشون رو از دست دادن و بعضی از اونها مدارکش هم هست، گفتن شما فقط چند جمله بنویسید که من باهایی نیستم و یا تبری میکنم از این فرقه زاله به قول اونها، و شما نه تنها دیگه جاسوس اسرائیل نیستید از نظر ما، بلکه آزادید، برید و یا اموالتون رو مصادره نمیکنن. اما باهایی ها این ننگ تقیه رو به جان نخریدن و کشته شدن. اما حجتیه در اینجا به هیچ وجه شباهتی نداره به آینه باهایی، به خاطر اینکه تمام مخفی کاری، پنهان کاری و در اصل یک حزب سیاسی اطلاعاتی هست. آقای امام‌الدین باقری خودشون قبلا عضو این انجمن بودن، به صراحت میگن که یکی از کمیته های هفتگانه انجمن حجتیه کمیته تحقیق یا تجسیس جاسوسی بوده که چه کار میکردن؟ محققین نوع 1-2-3، یعنی جاسوس های نوع 1-2-3 رو میفرستادن به جلسات باهائیان. باهائیان جلسات تبلیغی داشتن، باز بوده به روی همه. چه دلیلی داشته که انجمن حجتی جاسوس بفرسته؟ یعنی چی؟ یعنی اعضای انجمن حجتی میرفتن، بعضی از اونها جاسوس های نوع 1-2، میگفتن که مثلا ما محب هستیم، دوست داریم باهایی بشیم، تحقیق کنیم، و اینجوری خودشون رو در دل باهایان جا میکردن و با اونها مثلا نزدیک میشدن. نوع سوم نوع پیچیده تری بوده که اصلا میامدند باهایی میشدند و در ظاهر کاملا باهایی بودند، اصلا در خونه شون مثلا عکس عبدالبها رو میذاشتن، یعنی کاملا باهایی میشدند. به چه دلیل؟ به این دلیل که جامعه در جامعه باهایی رخنه کنن، ببینن چه کسانی تازه باهایی شدن، باهایی ها کجا اموال دارن، و یه ساز مال جاسوسی بوده. این نکته رو ذکر بکنم که باهایی زاده نمیشید شما. کسی که در خانواده باهایی به دنیا بیاد صرفاً باهایی زاده است. این فرق بسیار مهمی است که آیین باهایی با بقیه ادیان نهادینه داره. بعد از سن 15 سالگی هست که شخص میتونه تصمیم بگیره باهایی بشه یا نشه. هر وقت هم که دلش خواست میتونه از جامعه باهایی بره بیرون. به همین دلیل باهایی شدن و نشدن اختیاری هست. بنابراین یک پروسه‌ای وجود داره، یک عملی بهش میگن تسجیل یا ثبت نام. یعنی شما رضایت میدید، تقاضا میکنید که اسمتون رو در جامعه باهایی ثبت کنن، وگرنه صرفاً باهایی زاده نه باهایی. همینطور کسی که باهایی میشه، عضو جامعه باهایی میشه، تسجیل میشه. حالا انجمن حجتیه میامدن اعضایش، این جاسوسای نوع 3 یا محققین، میگفتن ما میخوایم باهایی شیم، بنابراین تسجیل میشدن به عنوان باهایی. حالا در هر محلی که تعداد باهایانش به 9 نفر برسه، میتونن یک شورای محلی تشکیل بدن، به اصطلاح محفل محل، که با رأی البته
همون از باهایان اون محل انتخاب میشه به طور رأی، به طور انتخابی نه انتصابی. حالا اعضای انجمن حجتی به قول آقای امادالدین باقی چه کار میکردن؟ اینها میامدن میرفتن در محلهای مختلف به دروغین باهایی میشدن و تسجیل میشدن عضو جامعه باهایی میشدن. بعد یه دفعه 9 تای اینها با هم میامدن میرفتن مثلا در کن یا نارمک که اونجا باهایی نبوده، اینا 9 نفری اونجا چه کار میکردن؟ شورای محلی یا محفل باهایان اونجا رو تشکیل میدن. هر 9 نفر عضو انجمن حجتیه بودن و اینجوری با بقیه محافل باز ارتباط پیدا میکردن. یعنی این یک سازمانه. بله. جاسوسی. به شما میام آقای ثابتی، دو سه تا نکته مهم رو اشاره کردین، حتما برمیگردیم بهتون برای اینکه بس رو دامنش گسترده است دنبال بکنیم. آقای دکتر، یک بخش دیگری از صحبتی است آقای صدری با هم بشنویم. ایشون بحث ازی میکنه که حجتی خشونتگران نبوده. بشنویم صحبت آقای محمود صدری رو. انجمن حجتی در واقع همواره در واقع کاتگوریکال ایمپراتیوش این بود که ما اهل دفاع علمی هستیم. این صدها بار من از آقای حلبی پرسیدن شنیدم که میگن ما اهل دفاع علمی هستیم، ابدا اهل خشونت نیستیم. حتی اگر با شما خشونت شد به هیچ وجه با خشونت پاسخ ندید. بعد از انقلاب، البته من در ایران نبودم، کسانی که مصاحبه کردم اینطور بود که میگفتن که آقای حلبی بسیار از این بی حرمتی ها که میشه نابود کردن گلستان جاوید، ایزا و اذیت هایی که میشه ناراحته و مرتب هم میگوید که راه ما این نیست. آقای دکتر، دو سه نکته هست اگه مطلبی در مورد صحبتی که آقای ثابتی کردن میخواید بفرمایید. بله، در مورد آقای صدری فرمودن اینا همطوری گفتن اهل خشونت نبودن و نیازی نیست که این همه ما فقط منعکس بکنه. در دوره‌ای که ما داریم مدرنیسم اومده و یه حالت ضد دینی داره رواج پیدا میکنه، طبیعتاً اینا فقط به یه گروه خاصی منحصر نمیکنن خودشونه. ما در مورد مبارزه با باهائیت نیازی نبود این همه مخفی کاری و چیز باشه. خود کتابای باهائی اگر نظر روحانیون بگید اونا خوب میخونن، همون کتاب مقدس باهائی ها که اقدس باشه. بنده همون وقت، یعنی همون سال 34 خوندم یه بار، یه بارم اتفاقا فوتوکپیش گیر آوردم اخیرا خوندم. خودش کافیه آدم بفهمه که چی میگه دیگه. الحریه هی اتباع امری، یعنی آزادی این که این حرف منه بیاید پیروی بکنید. یا اولین جمله‌ای که بنده توجه جلب کرد در همین کتاب، اول ما کتب الله علی عباده عرفان مشرق وحیهی، یعنی انه یعنی اولین چیزی که خداوند قرار داد که شما یاد بگیرید اینه که بیاید منه بشناسید اول. خب اینا دیگه نیاز نداره که بخواند که روحانیون بخوان مخفی کاری یا همینطوری که فرمودن علمی. خب ما بیایم علمی همین کتاب هم میذاریم. بنده از کتابای مقدسی که خوندم، بایبل و تورات و اینا، همچی جمله ای ندیدم که اول ما کتب الله علی خلقه عرفان معرفت مشرق وحیهی. و اینا خودش مبحث علمی که داره، علمی همینه که خب ما داریم میگیم دیگه همین الان. اینا دیگه این همه نیاز به مخفی کاری و مبارزه به این صورت. البته مبارزه باهائیت قرار گرفت در حجتیه، من نفی نمی کنم، اما اصل مسئله این نبود. اصل مسئله دینگرایی و حجت روی زمین رو ما قرار بدیم. این رو مسئله علمی بود، همونطوری گفته خشونت نبوده. ایشون با خراب کردن گنبد هم شاید موافقتی نداشته آقای شیخ محمود حلبی. چه اتفاقی میفته بعد از انقلاب که محمود حلبی با آقای خمینی، البته خب طبیعتاً چون ظاهرا اعتقادی هم نداشتن به انقلاب 57، حمایت نمی‌کردن تا همین اواخر چند ماه مونده به انقلاب، و بعد کار به جایی میکشه که ابتدای برنامه من خوندم آقای خمینی اون حرفا رو میزنه و انجمن تعطیل میشه. ایده هم خود آقای صدر من جا دیدم نقد میکنه که میگه در واقع یکی از، یا افراد زیادی دیگری گفتن که یکی از مشکلات این بود که اینها بعد از انقلاب میان مبارزه با بهائیت و که اگر یه بخشی از این ماجرا بوده به گفته شما کنار میذارن، میرن متمرکز میشن بر مبارزه با مارکسیسم و همینطوری که کردن. و برای اینکه خوب خود اینو در دولت وقت خوب تشخیص داد که حجتیه داره به سوی میره که به نفع خود حکام ایران در اون وقت نبود، و خوب با مارکسیسم هم مبارزه کردن. و خود بزرگ کردن این مسئله اینه که ما بیایم با یه گروه خاصی مبارزه بکنیم به نفع دولت نبود. البته دولت وقت هم اون وقت همون وقت با مارکسیسم شروع کرد، اما عمده حجتیه اینه که بر اساس ظهور بوده. خود ظهور پایه ولایت فقیه رو لغو میکنه که بر اساس بر ستون نیابت از امامه،
و اساس ولایت فقیه نائب الامام. نائب الامام هم خب از دوره قاجار ما میدونیم از قرن 18 19 در واقع این مسئله به طور جدی در دوره قاجار از زمان فتحعلی شاه مطرح شد و طبیعتاً این مسئله رو خوب آیت الله خمینی در اون وقت تشخیص دادن، به مصلحت خودشون بود و اینطوری گفتن، عنوان کردن که این مسئله که این عنوان شما دارید میرید جلال. همین امروز هم همین مسئله به همین صورت به نحو دیگه بین ظهوریه اگه بگیم یا ولایتی اینا اسامی میگم. ما یه اصطلاحی داریم آقای شیخ مرزا مظفر که بهترین کتاب اصول فقه رو در قرون در قرن 20 نوشتن، ایشون میگن خدا العناوین، یعنی خدعه عنوان ها. این بعضی عنوان ها به شما رو گول میزنه، نیرنگ عنوان اینا. ما ببینیم توش چی بوده و چی گفتن اینا. توش خوب اون وقت دولت وقت یا حکم رویان وقت خوب تشخیص داده، خوب اینطوری گفتن که فعلا به مصلحت نیست، ما چون اساسی که نیابت امام باشه متزلزل میکنه و این رو خوب برداشتن حجتی رو. اما خوب رفتن هیئت مؤتلفه و یه عده رفتن به گروه های دیگه و بودن. یه عده احسن از اسم قائم و حجت و اینکه روز زمین باشه و ظهور اینا شیفتگان این مسئله هستن و خواهم بود. ارتباطی بین اینها با وهابیت شما میبینید؟ با وهابیت ارتباط مستقیمی من نمیبینم، فقط از یه جهت که گذشته‌گرا هستند. خب سلفیه وهابیت، خب یه مقدارم سلفیه درش نفوذ کردن، گذشته‌گرا هستند. و ارتباط دیگری اینا با وهابیت به اون صورتی که میگید، برای اینکه وهابیت پیورتانیکه، یعنی ساده میخواد بکنه دین رو، و اینا به اون صورت نمیگن که هر چی که هر حجت گفت الان ما داریم، گفته از هر حجت ما روایت زیادی نداریم، اون چی که داریم از هر امام جعفر صادق داریم. و پیورتانیک اینا نیستن، یعنی پاکساز به اون صورت بکنند که نیستن. سلفی هم به اون صورت که برگردن فقط یه کمی گذشته گرا هستن از لحاظ اینکه خب ارتکا بر حجت دارن. و اساسا اینها رو آینده نگر شما نمی‌بینید؟ چون بعدی در داخل من دیدم جایی وای حجاریان گفته بود که اینها یه چیز در واقع اگه اشتباه نکنم گفته بود مدرن و آینده گران، به جای اینکه با فکر کنیم اینها سلفی و بنیادی. خب اینو میتونیم بگیم، اینم از موارد خدا العناوینه. اینو خب ما میتونیم یه برچسب بچسبونیم خیلی راحت بگیم این عنوان رو. اما به طور کلی اینا اینکه مسئله دین و مسئله حجت و مهدی داریم در وسط مهمه. حالا اون مهدی چطور میشه و اینا، اونو من کاری ندارم. این مسئله اینی که ما در یه دینگرایی باید باشه و خب مردم ما هم یه مسئله باور داشتن نیست. ما مردم ما شیفته به آداب و مراسم و مناسک و گرایش های دینی هست. خود گرایش دینی یعنی ریچوالز گاهی خیلی بیشتر کار میکنه تا اون باور داشته دینی. آقای ثابتی، دو نکته من دوست دارم اگه میشه خیلی فشرده توضیح بفرمایید. که اینکه خیلی ها شاید دوست دارم بدونن که واقعا اعضای حجتیه چه کسانی بودن، حالا قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، و ارتباط اینها با رهبر فعلی جمهوری اسلامی آقای خامنه ای چگونه بوده؟ چشم، من فقط اگه اجازه بدین اون بحث خشونت رو به طور مختصر فقط در چند جمله بگم که حتی قبل از انقلاب هم شما اگه ببینید در این نامه‌هایی که اعضای انجمن می‌نویسن به مراجع که از اونها تقاضای کمک‌های مالی بکنن، در اونجا همش راجع به قلع و قمع فرقه زاله بهائیه، مبارزه با فرقه سیاسی زاله مزله بهائیت که جاسوس بیگانه بوده و هست صحبت میشه، یا میگن که یه جای دیگه که فرقه زاله مزله بهائیه که ایادی صهیونیست بود. یعنی خشونت لفظی که مشخصا داشتن. شما نگاه کنین آقای عبدالکریم سروش خودشون میگن در دورانی که عضو انجمن حجتی بودن در سال اول دانشگاه ردیه ای می نویسن به عربی، یعنی ترجمه می کنن ردیه ای به نام گفتار خوش یارغولی رو برای این بهائی به زبان عربی. اسم این ردیه رو آقای دکتر سروش گذاشتن القسطاس المستقیم فی رد فرقت من اهل جهنم، یعنی میزان و ترازوی درست و مناسب در رد فرقه جهنمی یعنی بهائیان. یعنی خشونت لفظی و کلامی از سراسر نوشته های انجمن حجتی میباره. و اصلا یکی از شما اگه نگاه کنید در برخوردی هم که با سنی ها میکردن و میکنن،
همیشه تمثال حضرت علی رو تصویر میکنند که کنار یک شیر پریال و کوپالی ایستاده و با ذوالفقار، و خیلی هم تاکید میکنند که حضرت علی با هر ضربت شمشیر یک نفر رو به خاک میانداخت. یعنی خشونت لفظی که کاملا بوده قبل از انقلاب، مثلا مبارزه با پپسی کولا که میکردن، غیر از اینکه میرفتن به مغازه دارها اعضای انجمن حجتی میگفتن که شما اگه میخوای مشروب بخوری بخور، چون فقط به خودت ضرر میزنی، ولی پپسی نفروش و نخور، چون به اسلام و مسلمین ضربه میزنی و پولش به جیب باهائی‌ها میره. ماشینای پپسی کولا رو پنچر میکردن، میرفتن اون کمیته ارشاد هم داشتن غیر از اون کمیته تحقیق یا جاسوسی، که منازل باهائیان رو میپاییدن. این رو آقای رضا فانی یزدی هم گفتن جوونا همین جوری عضو انجمن حجتی میشدن که ببینن که اینا جلسه دارن، کی میره میاد، حالا مهمونی هم ممکنه بوده یا کی دوست داره بره باهائیش. اینا همش جاسوسی، کارهای واقعا سازمانهای جاسوسی. اگر یک کسی در غرب علیه یک گروه دینی دیگه همچین کارهایی بکنه، همهشون به زندان و انواع جریمه ها محکوم میشن. ولی در ایران که چه قبل از انقلاب ساواک به اونها چراغ سبز داده بوده و چه بعد از انقلاب، به دلیل جو کلی جامعه که دیگر ستیزه و به خصوص باهائی ستیز و دیگر اندیش ستیزه، معلومه که به راحتی میتونن این فعالیت رو انجام بدن. عبدالله شهبازی که خودش یکی از شاید بدنامترین مورخین معاصر هست، میگه در دورانی که عضو انجمن حجتیه بودم، به کرات اینا راجع به زنای با محارم در میان باهائیان صحبت میکردن. اینها اصلا مبارزه علمی نبوده، یه قسمتیش مبارزه علمی به قول خودشون بوده که اون هم یه بحثای الهیاتی بوده، که همین آقای دکتر سروش اگر اون همه کتاباشون رو چاپ کردن، غیر از همین ردیه که بر فرقه جهنمی باهائیان نوشتن، اگه اون رو چاپ بکنن ما ببینیم این ردیه چی است. حالا من وارد اون بحث الهیاتیش نمیخوام بشم، میخوام بگم خشونت لفظی و کلامی بوده. حالا بعد از انقلاب این افرادی که پیشتر عضو انجمن حجتیه بودن، مثلا صیاد شیرازی که همون قبل از انقلاب یه بار نامه نوشته بوده به سرهنگ محمد کتیبه، رئیس رکن دوم ارتش، میگه بهش که بهشون میگه که در مورد برنامه‌های مذهبی به حمد الله پیش می‌رویم، مخصوصا در آن قسمت که میدانید که ساواک نمیدونسته این عضو انجمن حجت از و تحریک میشه میفهمه. حالا شما اون کتابی که بعد از ترور صیاد شیرازی بخونید، میبینه که خودش با نهایت افتخار میگه که بعد از انقلاب باعث اعدام چند تن از مبلغین باهایی شد که او در اصفهان میشناخت. یا آقای دیالمه، به قول اینها شهید دیالمه، که آمده بود در ظاهر به باهایان علاب ها میگفت، جز همون جاسوس های نوع دوم بود، هنوز حالا باهایی نبود ولی خودش رو محب و دوستدار باهایان نشون میداد. بعد از انقلاب ایشون در مشهد باعث اعدام آقای کاتبپور شهیدی و آقای کمالالدین بختابر شد و آقای میساقی رو هم حبس ابد دادن، صرفا به خاطر اینکه این عضو انجمن حجتی اینها رو میشناخت به عنوان مبلغین باهایی. حالا کسایی که بودن غیر از حالا افراد فرهنگی مثل آقای سروش و حداد عادل و اینها که بگذاریم، شما میبینید که در همون سازمان اطلاعات رو چه کسی بنیانگذار میکنه؟ از بانیانش همین آقای جواد مادرشاهیه که آقای خامنه‌ای خیلی اصرار داشته ایشون رو بکنه اصلا رئیس سازمان یا وزارت اطلاعات، چون موقع بحث بوده سازمان بشه یا وزارت. ایشون مسئول نفر دوم انجمن حجتیه بوده و مسئول همون کمیته تجسیس یا جاسوسی. یعنی ببینید چقدر کارهای جاسوسی و اطلاعاتی ایشون میکرده پیچیده، که ایشون رو میخواستن بکنن رئیس سازمان اطلاعات کشور و آقای خامنه‌ای حالا نمیتونه ایشونو بکنه رئیس سازمان اطلاعات کشور، ایشونو میکنه مشاور امنیتی خودش که اون موقع رئیس جمهور بوده. بعدن ایشون به بیت رهبری راه پیدا میکنه. اوایل انقلاب ایشون میشه اولین رئیس مرکز اسناد ساواک، که حالا مرکز اسناد انقلاب اسلامی، که حالا بعضیا میگن اسناد همکاری ساواک با انجمن حجتیه رو ایشون از اونجا از بین برد. به همین دلیل در سال 60 امام دستور داد که از اونجا برکنارش کنن، ولی ایشون هنوز هست. خانمشون که خانم فیاض هست، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم بوده، عضو انجمن حجتیه بوده. برادر خانمشون آقای فیاض سفیر فعلی ایران در امارات هست. سرلشکر سلیمی که عضو ستاد جنگ‌های نامنظم بود با مصطفی چمران، که مصطفی چمران هم در وصیت‌نامه‌اش از آقای حلبی به نیکی یاد می‌کنه. معلوم نیست مصطفی چمران حجتیه بوده یا نه، ولی به شدت سمپاتی داشته، میگه ایشون یکی از اون سه شمعی است که سوخت، نور برافروخت و من رو به نور حب الله زنده کرد و اینها. در اون ستاد آقای سلیمی عضو بوده، یک باهائی ستیز بسیار معروف است. آقای خمینی فشار میاره، اون موقع ایشون برکنار میشه، ولی بعداً آقای خامنه‌ای ایشون رو دوباره به فرماندهی کل ارتش منصوب می‌کنه، بعد هم مشاور
در از خودش میکنه. علی اکبر پرورش وزیر آموزش و پرورش عضو پیشین انجمن حجتیه هست. آقای محمد نهاوندیان که فعلا در اتاق رئیس اتاق بازرگانی هستن، ایشون شاید یکی از حامی خانواده شون یکی از حامیان اصلی مدرسه علوی و انجمن حجتی است. در همون مصاحبه که شما هم در اول برنامه ذکر کردید از آقای محمد شریعت مداری وزیر دوره آقای خاتمی، ایشون میگه اگه سوالی راجع به انجمن حجتی دارید، میگه ما خودمونم درسای ضد بهائی روحانی به ما میداد ولی ما از حجتی نبودیم، سوال راجع به حجتی داره از آقای نهاوندیان بپرس. این اتاق بازرگانی یک جاییه که انجمن حجتی یا بر اونجا در اصل چنگ انداختن، حالا آقای یحیی آل اسحاق باشه، علی نقی خاموشی باشه، آقای نهاوندیان، اینها همه اعضای برجسته انجمن حجتی بودن، در اتاق بازرگانی رو در اختیار خودشون میگیرن. حالا آقای نعمت‌زاده بوده، آقای محمد تقی بانکی بوده، همه سرلشکر محمد سلیمی گفتم و باقر نیلفروشان بوده، علی اصغر نهاوندیان باز از همین فامیل که سفیر ایران در آذربایجان هست ایشون هم بوده، عطاءالله مهاجرانی در عراق عضو انجمن حجتیه بوده و عباس سلیمی نمین بوده، محمد هادی نجات حسینیان نماینده ایران در سازمان ملل و وزیر صنایع بود، ایشون هم عضو انجمن حجتیه بوده، علی اکبر ولایتی عضو انجمن حجتیه بوده، یعنی یه مسئله‌ای که بوده، یوسف کلاهدوز قائم مقام سپاه پاسداران عضو انجمن حجتیه بوده و آقای محمد هادی عبد خدایی نماینده مجلس سه دوره هست، آقای ثابتی، اینا یعنی انقدر تعدادشون زیاده، یعنی بعد قبل از انقلاب انجمن حجتیه بیشتر در ارتش بوده، بعد از انقلاب در ارتش و سپاه و آموزش و پرورش و وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی، نهادهای اقتصادی، یعنی خودشون هم آقای مادونی باقی هم در این مقاله مفصل میگه که اینها سه جا رو به شدت قبضه کرده بودن، آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه و نهادهای بازرگانی اقتصادی، به دلیل اینکه انجمن حجتیه کلن یک پیوند محکمی با بازار داره، یعنی یک جور بورژوازی اسلامی رو نمایندگی میکنه. یعنی این بحثی که انجمن حجتیه در دوره امام خمینی یک مقدار به حاشیه زده شد بین سال 62 تا 67 ولی در اون موقع هم منحل نشد. آقای رسول جعفریان در اون کتابی که راجع به جریان‌های اسلامی در ایران نوشتن میگن منحل نشد، تعطیل شد. ولی در دوره آقای خامنه‌ای به شدت رو آمده. شما ببینید اطرافیان آقای خامنه‌ای، آقای ولایتی باشه، حداد عادل باشه، آقای سلیمی باشه، آقای مادرشاهی باشه، اینا همه اعضای برجسته انجمن حجتی بودن، حتی آقای مهدی خزعلی که پدرشون حالا هرچند رسماً عضو انجمن حجتی نیست ولی به شدت یعنی یک جوری خودش رو نماینده امام هم وانمود میکرد، هرچند امام میگفت نماینده من نبوده در انجمن حجتیه که بعد از انقلاب ببینه اونجا چه بحثایی در میگیره، پسر ایشون دکتر مهدی خزعلی پارسال نوشتن که آقای خامنه‌ای در یک دیداری مهندس سجادی رو که رئیس فعلی انجمن حجتی است به گرمی در آغوش کشیدن و بوسیدن. یعنی روابط بسیار نزدیک آقای خامنه‌ای با اون انجمن اعضای برجسته انجمن حجتیه داره که بعضی از اونها رو ایشون از مشهد میشناسه البته. درسته. ولی همون نطقی هم که شما در اول ذکر کردین نشون میده که اون خطاب اون نطقشون با آقای جنتی بود که در نماز جمعه ای آمده بودن گفته بودن که این انجمن حجتیه چرا انقدر به کارهای اطلاعاتی علاقه داره، چون آقای محسن رضایی آمده بود گفته بود که اینا آمدن یه مقدار اطلاعات و مهمات رو در سپاه بردن، آقای رفسنجانی هم تو خاطراتش نوشته که من میخواستم واسطه بشم اینا رو از سپاه بیرون نکنن ولی انقدر تعدادشون زیاده و یه کارایی میکنن که آقای اسدالله بیات اومده از اینا شکایت کرده نمیتونم من این آقای محمد رضا فاکر که نماینده امام در سپاه بوده حجتیه ای و نمیتونم دیگه جلوی این شکایت ها رو بگیرم. آقای ثابتی نکات مهمی رو اشاره کردید، به نظرم خیلی روشن شد که این ارتباط، فقط من دو سه نکته رو توضیح بدم. یکی اینکه اسامی که افرادی که برده شد طبیعتاً این تحقیقاتی است که شما انجام دادی، تصاویر افرادی که الان نشون داده شد، اینا بعضیشون افرادی هستن که الان اصطلاحاً در اپوزیسیون هستن، در قدرت نیستن، یه دوره‌های کوتاهی احتمالاً ممکن عضو انجمن بودن، خودشون گفتن که بیرون اومدن. از این جهت اون چه که گفته میشه، اگر افرادی فکر میکنن که مطلبی دارن، فکر میکنن نکته‌ای دارن که ممکنه به هر شکل از لحاظ سیاسی یا به هر شکل فرهنگی شخصیت اونها ممکنه گونه دیگه‌ای در واقع نمایش داده شده باشه، قطعا در همین برنامه بهشون فرصت داده خواهد شد که توضیح بدن. من دوست دارم بخش دیگری از صحبت‌های آقای صدری رو با هم بشنویم. آقای صدری در مورد اون چیزی که امروز به عنوان حجتیه جدید ازش صحبت می‌کنیم مطلبی رو میگه و چقدر این با خود حجتیه ارتباط داره. بعد از انقلاب انجمن تبدیل شد به فرکشن های خیلی خیلی کوچیک‌تر، هیچ کدوم از اونها
هیچ شباهتی به انجمن سابق ندارن. یه گروهی بود عباد صالح که شاید الان شاید بیشتر از 20 نفر 25 نفر جزش نباشن تحت نظر مهدی طیب، و بعد تصمیم گرفتن که با کمونیستا مبارزه کنن و با حزب توده مبارزه کنن که بزرگترین اشتباهشون بود، و این حزب سازمان یافته اهل ریال پلیتیک کاملا اونها رو به خاک یکسان کرد. اون چیزی که انجمن حجتی نیست این است که یک در واقع سازمان که منتظر امام زمان باشه و بخواد دنیا رو به هم بزنه از تیپ احمدی نژاد و اینها نیست. احمدی نژاد و مصباح هرگز هیچ گونه ارتباطی با انجمن نداشتن. آیا تو حجتی در حوزه چقدر نفوذ داره؟ الان بحث زیادی مطرح شده. نداره، اونچنان نداره. ما حجتیه رو به صورتی که آقای شیخ محمود حلبی معرفی کرد انجمن حجتیه، باید اینا فرق بذاریم با کسایی که دنبال مهدی و دنبال حجت روی زمین هستن. همینطوری که آقای صدری گفتن که فعلا ما اعدادشون اونقدر نیست، اگه بخوایم اون اسامی رو، ایشون هم گفتن در دوران اوجش 900 تا 1000 نفر بیشتر نبودن. خب یه عده گذری آمدند و رفتن. اگه بخوایم ما این اسامی که برده شد همه عضو حجتی باشن که جزء حکمرانان هستن، اصلا با اساس حکومتی که الان دارن عمل میکنن منافات داره این طرزشون. یعنی باید همه کار بذارن فقط بگن ما داریم مبارزه میکنیم با یه گروهی، با اون که اینطوری که این مسئله نیست، مسئله به این ترتیب نیست. و در حوزه‌های علمیه تا اونجایی که بنده اطلاع دارم در نجف که نیست، آقای سیستانی، آقای فیاض، آقای بشیر و سید حسین حکیم، سید سعید حکیم، اینا کاری ندارن، دارن کار خودشون رو میکنن. آقای سیستانی که دیگه تدریس نمیکنن خیلی وقته، یعنی 7-8 سالی میشه. آقایون دیگه در حوزه قم نخیر، خب آقای وحید خراسانی اصول فقه دارن درس میدن، کاری ندارم. آقای مکارمی شیرازی، آقایون صافی گلپایگانی. شما اعتقاد ندارید این بحثی که در مورد آقای مصباح و آقای مشایی مطرح شده که آقای مصباح نمیتونه باشه؟ کسی که کتاب گذری نگاهی گذرا به ولایت فقیه ایشون دیده باشه، من میگم کتاب دیگری در اخلاق دارن ایشون، ایشون نمیتونه اصلا، ایشون اقتداریه بذاریم اسمشون. ولی فارغ از اینکه ایشون عضو انجمن بوده یا نبوده، آیا اون تفکر ایشون آریه نگرفته؟ ایشون نه، وقتی که ایشون به این نحو از ولایت فقیه داره صحبت میکنه و نیابت از امام، و خودشون هم گفته یکی از اول کسایی که در این مورد اظهار نظر کرد که آقا این مسئله ظهور داره ولایت از بین میبره، خود آقای مصباح یزدی بود. بعد چطوری ایشون میتونه عضو حجتی؟ عضو که نه، ایشون به طور گذری اگه تماسی داشته یا اینکه در یه جلسه در اوان جوانیشون اونم حضور یافته باشه، این دلیلی نمیشه که حتما ایشون بوده. مشایی چطور؟ آقای مشایی بله، مشایی ظهور، من تا اونجایی که اطلاع دارم، بنده زیاد اطلاع ندارم درباره حرفایی که ایشون زد. حرفای ایشون رو بیشتر از آقای رئیس جمهور ما آقای احمدی نژاد شنیدیم که داره میگه. آقای احمدی نژاد به طور سیستماتیک که نمیگه ما بتونیم بگیم، اما خب میچره که میشنویم آقای احمدی نژاد شیفته ظهوره. به ظاهرن آقای مشایی نه تنها شیفته ظهورن، بلکه مدعی تماس هایی با ظهور هستند، و این در این مورد خب در مساق داره که اینا ظهوریه هستن. اما مسئله حجتیه و مبارزه با یه گروهی در مورد اینا فعلا مطرح نیست. چقدر این بحث اخباریون و پاگرفتن اینها در حوزه جدی به نظر شما؟ اخباریون همیشه بودن، اخباریون در بحرین بودن، در آبادان ما بودیم، علمایی داشتن، اون علما هم در با آقایون اصولیون هم حاضر میشدن درس میخوندن. و الان یکی از که بهترین دوستایی که ما داریم آقای اوریبی در خود اخباری، ایشون هم علم اصول میدونه. اخباریون یه گرایشی بود که ما باید بیشتر تکیه رو اخبار بکنیم. اخباریون هم اجتهاد رو قبول دارن، اونجوری نیست که به کلی رد کنن، منتها عقیده دارن که ما اون استدلال های اصولی که خودشون پر بال دادن، اینه اصولی، اینه که کدوم مطلق، مقید، مجمل، مبین، کدوم عام، خاص، اینا رو بذارید کنار، یک عقل حسی به شما دست بده، یه یقین عادی پیدا بکنید کافیه، یا علم اجمالی اسمشون بذارید. ارتباط بین اخباریون و حجت شما نمیبینید؟ از نظر گرچه را نزدیکترن به اصول، به اخباری خیلی نزدیکتر میشن، برای اینکه همه روایات ما بر اساس کتاب الغیبه شیخ طوسی و کتاب الغیبه نعمانی دیگه که نوشته شد، اونا همه روایته که ما داریم، اون چیزی که از حضرت حجت داریم همه روایت، بنابراین خیلی نزدیک به اخبارن. آقای ثابتی 30-40 ثانیه وقت داریم کلام آخر از شما بشنویم.
خواهش میکنم. من فقط منم موافقم با ایشون که این جریان مشایی هرچند که ایشون ممکنه پیشینه در از انجمنی داشته باشه کاملا متفاوت با اون چیزی که ما از انجمن حجتی یاد میکنیم. فقط میخوام بگم که نامه هم نوشتن انجمن حجتی به دادستان استان گلستان در 20 همین آذر ماه از انجمن حجتی و به صراحت اینجا اعلان کردن که انجمن حجتی فعال هست در جهت مبارزه با فرقه های گمراه و انحرافی، یعنی وجود داره. آقای دکتر حمیدرضا جلایی پور هم پارسال در مقاله که در سایت جرس نوشتن حضور و فعالیت انجمن حجتی رو تاکید کردن و فقط میخوام بگم که جامعه باهایی که انجمن حجتی با اون مقابله میکنه فعالیتاش کاملا شفاف است. شما در آن در کشور انگلستان که من هستم میتونید برید به وبسایت جامعه باهایی بیلان اقتصادی جامعه باهایی رو هم دانلود کنید، هر کسی میتونه بره و ببینه، یعنی شفاف است چه کسانی عضو هستن میتونید ببینید. اما انجمن حجتی بعد از 60 سال که میگذره نه کسی میتونه بدونه که دقیقاً چه کسایی عضوش هستن و نه فعالیت‌های اختصاصیشون شفاف است، یعنی هیچ شباهتی به جامعه باهایی نداره. سابتی سپاسگزارم از شما برای شرکتتون. آقای دکتر کاظمی موسوی از شما تشکر میکنم برای شرکت در این برنامه فیسبوک و وبلاگ برنامه رو فراموش نکنید. تا افق یک شنبه. تشکر از شما.